آقای حسن یاریب، چرا اصابت نکردن موشک‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل باید از سوی آقای خامنه‌ای موضوع فرعی شمرده بشه؟ او به ما بگید با قدردانی خودش از زیرهای مسلح چیزهایی رو نگفت؟ درود بر شما یزدیان و ملت دلیر ایران. خب ببینید، انتظار نمی‌رفت که علی خامنه‌ای بیاد و انتقاد بکنه از اینکه چرا این حمله بی‌ثمر بوده، چرا این هزینه‌های سنگین نتیجه روشنی نداشت و نتوانست اسرائیل رو باز داره از اینکه به جمهوری اسلامی حمله بکنه. علی خامنه‌ای نیازمند این سپاهیان هست و در نتیجه تمام سعی و کوششش بر این بنا نهاده شده که اونها رو راضی نگه داره. خب از اونجایی که تعارف کردن یکی از خصلت‌های و اغراق کردن یکی از خصلت‌های جمهوری اسلامی است، در نتیجه تعداد بالای این موشک‌ها و پهپادها رو نادیده گرفته و به اصلی پرداخته از نظر او که واقعا اون هم هیچ پایه و اساسی نداره. بنابراین به نظر من با حمله‌ای که جمهوری اسلامی صورت داد، نه تنها عزت و قدرت اراده جمهوری اسلامی رو نشان نداد، نتوانست، بلکه نشان داد تا چه حدی این قدرت پوشالی است و خالی از توان. خب آقای حسن یاریب، تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که بخشی از یک سیستم پدافند هوایی در پایگاه نیروی هوایی ارتش در اصفهان بر سر حمله اسرائیل آسیب دیده. به نظر میرسه جمهوری اسلامی با این حمله عملاً پیغامی رو دریافت کردی که مایل نیست راجع به اون صحبت کنه. شما چه نظری دارید درباره توان دفاعی جمهوری اسلامی که باطل و سحرش در دست اسرائیل قرار گرفته؟ ببینید، اگر برگردیم به جنگ 8 ساله جمهوری اسلامی با عراق، در اون زمان هم در اخبار روزانه، اخبار ساعتی اعلام میکرد که این تعداد هواپیماهای عراقی سرنگون شده و در طی 8 ساله جنگ جمهوری اسلامی توانسته بود تمام هواپیماها جنگنده های دنیا رو از بین ببره. بنابراین این که بیاید علی خامنه‌ای بپذیرد که حمله اسرائیل چه حمله کوبنده‌ای بوده و توانسته از موانع سر راه خود بگذره و به اون هدفی که میخواسته بخوره، خب این به طبع پذیرفتن شکست است و جمهوری اسلامی هرگز حاضر نخواهد شد که شکست رو بپذیره. همچنین میتونه یادآور اون صحنه باشه که در عراق دیدیم، زمانی که نیروهای ائتلاف به سرکردگی آمریکا به عراق حمله کردن. در اون زمان هم، زمانی که نیروهای آمریکایی و ائتلاف در بغداد بودند، سخنگوی دولت عراق اعلام می‌کرد که ما در حال از بین بردن نیروهای مهاجم هستیم. خب اینها یه چیزای طبیعی است برای آدم‌هایی که متوهم هستند و واقعیت رو نمی‌بینن و یا نمی‌خوان ببینن، چون این گفته‌های قابل قبول هست و طبیعی است که چنین ادعاهایی رو مطرح بکنن، به خاطر اینکه نمیتوانند به هنوز کسانی که به این سیستم، به این نظام و رژیم اعتقاد دارن، نمیشود به اونها گفت که ما ناتوانیم. در نتیجه 45 سال شعار دادن بیهوده بوده، میلیاردها دلار هزینه پول کشور هزینه این شعارها شد، به اونها هم به باد رفت و در نتیجه برگردیم به بپردازیم به مسائل داخلی ایران. این یک فرار به جلو هست و در نتیجه بایستی انتظار داشت که در حملات بعدی هم که به دنبال خواهند اومد، همین گفته ها رو بگیریم از جانب رهبر جمهوری اسلامی و سپاه. ببینید ذلت چقدر زیادی که این سپاهیانی که این چنین اقتداری رو دارن از دید علی خامنه‌ای، اینها بایستی 4 زانو به زمین بنشینن. علی خامنه‌ای که تمام سیاستهاش بر مبنای توهم بنا نهاده شده و شکست خوردن، اون بالا بشینه و تحکم بکنه به این افراد و یک مقدار حرفای بی ربطی رو بکنه. ممنونم از شما. هوشنگ حسنگیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک از کانادا با ما.